ببین شوهرم تو رو برازنده یکی میدونسته. نه 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 نه، تو فکر کردی کارا جای شده؟ به همین راحتی بازی شروع شد. این فیلم ها رو میزنم. چرا این همه پول خرج کردم که تو سر این میز بشین؟ به خاطر اونی که تو شکمتی. چون اونی که تو شکمتی برای تو نیست، برای منه. تنها گناه من این بود که اونا رو با هم دیدم. کیا رو با هم دیدی؟ زنمون و بابا. دیدم که هر دوشون داره شده دار به عمون خیانت میکنه. دیگه کار تمومش نیست. سرنوشت تو من رقم میزنم. خودم کار تو تموم میکنم. الو، ببخشید من یه سفارش پستی داشتم. بله چنیز خانم، اگه این درخواست طلاق قبول بکنید، آقا آگاه برای شما یه ماده فراتر از حد تصورتون آماده کرده. سفگی خانم، فکر میکنم دقیقا متوجه منظور من نشدین. اصلا مشکلم این نیست که از این طلاق منفعتی ببرم. من دلم نمیخواد تحت هیچ شرایطی جداشم. تحت هیچ شرایطی؟ دقیقا همینطوره. من از آگاه طلاق نمیگیرم. این غیر ممکنه. این طلاق اتفاق نمیفته. اگه شما اینطوری در نظر داشته باشین بهتر به توافق میرسیم. متوجه شدم شنیز خانم. حالا که تصمیم شما اینه، من هر کاری که از دستم بر بیاد براتون انجام میدم. عالیه. جمره، چی شده؟ یه لحظه سب کن دخترم. دعا خوندم دخترم، امیدوارم مصاحبه کاریت خوب انجام شه. برو خدا پشت و پناهت. ممنونم مامان جون، امیدوارم جور بشه. معلومه که میشه دخترم، دختر من بهترین کارا رو انجام میده. قربونت برم. برو همه کارایی که کردی رو براشون بگو. من مطمئنم همین که تو رو ببینن بهت میگن بیا شروع کن. واقعا تو فکر میکنی؟ معلومه دخترم، تو تا امروز از پس هر کاری که خواستی بر اومدی عزیزم. امیدوارم که درست شه. باشه مامان جون، دیگه داره دیرم میشه، باید زودتر برم. باشه دخترم، به من خبر بدی. باشه، خدا حافظ. شیرینی یادت نره. باشه. خیلی ممنون. اسممو که ندادین. عالیه. خیلی خوشحال میشم جمره خانم نفهمن که من کمکشون کردم. بهتون که گفتم من ایشونو ضمانت میکنم. مطمئن باشین که از اون بهتر نمیتونین پیدا کنین. شما هم موفق باشین. خیلی ممنونم. ممنون. خداحافظ. خداحافظ. ما اومدیم. خوش اومدین. بفرمایین داخل. اینم پسرت، دوست داری باهاش آشناشی؟ بگیرش. پسرم، اطلس جون،
قربونت برم. انگار دوباره برگشته پیش من، انگار معجزه شده و تو دوباره برگشتی پیش من. مامانت اینجاست دیگه، هیچ وقت تنهات نمیذاره عزیزم. عزیز دلم، خیلی دوستت دارم عزیزم. اجازه نمیدم تا ابد محتاج کسی بشی عزیزم. خیلی ممنون پیدات کردم، انگار دنیا رو به هم دادی. ممنون. من وظیفه‌مو انجام دادم، حالا نوبت توه. باید خیلی خوب مراقبش باشی. اما یادت نره چه حرفایی زدی. خودت میدونی که وقتش برسه چه اتفاقی میفته. نگران نباش. دوبله شده تا وقتش برسه ما حال همدیگر رو خوب میکنیم. اون حال منو، منم حال اونو. مامان بزرگ کجایی؟ کجا باید باشم؟ مگه جایی دارم که برم؟ بابا آگاه خونه هست یا رفته؟ خونه هست نرفته بیرون، مگه چی شده؟ چی میخواستی بشه؟ هی بابا کنجکاف شدم همینطوری پرسیدم. برو خدافظ. این دخترم حسابی زده به سرش. گرا خانوم کجا بودی؟ چه عجب، فکر کردم نمیایین دیگه. ای بابا بفرمایی، آدرس رو برات فرستادم، میبری به اون آدرس. خب کاش. ای وای بابا آگاه، چه سورپرایزی بشه. تنهایی از پسش برمیاد؟ اگه سختته بگو. فقط جدایی از این میتونه برام سخت باشه. از این به بعد حتی یه لحظه هم نمیخوام از پسرم جدا بشم، همش میخوام کنارش باشم. هر طور راحتی، فردا روز بزرگیه، ماجراهای امارت شروع میشه. به خاطر اون قبول کردم، میدونی که برای اینکه پسرم توی آشیونه گرم با خیال راحت بزرگ بشه. کی قراره برام تعریف بکنی؟ مثلا مامانش. مامانش در واقع تویی، البته تا وقتش برسه تویی. یادت نره بهت چی گفتم. خب دیگه من باید برم، لازم نیست تو بیای. اگه چیزی خواستی بگو. خیلی ازت ممنون. بازم یادت باشه فردا روز بزرگیه برای جفتتون. قربونی اون دستات بشم من. بگو نادر. میدونستی اون شنیز داره در مورد تو تحقیق میکنه؟ نه، باش تا یتیم خونه هم رسیده. نمیدونم چیا فهمیده اما خیلی مراقب باش. باشه نادر، ممنونم. آرومو قرار نداری نه؟ همون جوری که حدس میزدم. آها جنگ، جنگ،
بیدار شدی که میدونی ساعت چنده؟ باشه، خودت خواستی. اگه بلند شدی که شدی تا ده میشمرم، وگرنه یه پارچه آب خالی میکنم رو سرت. یک، دو، سه، چهار، پنج، شیش، هفت، پاشو دیگه. هشت، نو، ده، و... صبح خیر پسرم. صبح خیر بابا. این روش جدید بیدار کردنه. آره نه خیر، قدیم همینطوری بوده، همیشه هم جواب داده. مشخصه. بلند شو پسرم، بلند شو. جیش بوس کار، زندگی در جریانه. عذاب تو کشیدی، تموم شد، گریاتم کردی. سرخیز باش تا کام روا شوی. برو سر کاره، فقط کار کردن نجاتمون میده. اینجوری که فهمیدم انگار انتظار زیادی از من ده. چی فکر کردی؟ تو اسم پدرتو تو اون شرکت میبری، نباید سوتی بدی، حواست باشه. بلند شو بینم، بلند شو. به بلند شو تنبل خان، بلند شو. حالا که نمیشه کارو پیتون، پس باش. بلند شو ببینم، بلند شو. بریم سر کارمون. الو ماما. باشاک دوبله شده در استودیو جم. آخ اون صدای نومه. آره شیرش خورده، سرحاله. الهی فداش بشم دخترم، من دیگه طاقت ندارم. تو رو خدا بذار ببینم تو. مامان ببین چی میگم. من تصمیم خودم رو گرفتم، ما میایم امارت. خدای شکرت، خوب کاری میکنی دخترم. نه و من بیار با خوده، جای شما اینجاست، اینجا با هم بزرگش میکنی. گفته باشم من خدمتکاری نمیکنم و خوشم نمیاد کارای مردم رو انجام بدم، از الان بهت بگم. دخترم آخه نمیشه که. خب تو هم یه کاری میکنی دیگه، این بنده های خدا قرار جای خواب و غذا بهت بدن، چرا خوشت نمیاد؟ مامان اون همه اصرار کردی که بیا، این حالا داری این حرفو به هم میزنی؟ برای جا و غذا پولش هر چقدر باشه خودم میدم. من برای کسی کار نمی کنم. اصلا اگه دلت نمیخواد من و پسرم خب نمیای مزاحمتون بشیم. این چه حرفیه دخترم؟ معلومه که دلم میخواد بیای، اما تو رو خدا انقدر لجبازی نکن عزیزم، نمیشه که کار نکنی. حداقلش اینه که به من کمک میکنی. باشه مامان. گفتم که نه، اگه میخوای با آقا آگاه حرف بزن، بذار خودش تصمیم بگیره. من به آقا آگاه چی بگم؟ بگم دخترم میخواد بیاد اما دوست نداره کار کنه. آره باشه، خودت میدونی هر طور راحتی، وگرنه من نمیام. الو باشاک. آخ دخترم، آخ از دست تو. وای 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 عزیزم. میخواستم باهات حرف بزنم پسرم. بگو آب جینورتن، گوشم با توه. دخترم تصمیم گرفته بیاد امارت. این که خبر خوبیه، مبارک باشه. ممنونم پسرم. من برم، خسته نباشی. آخه من چطوری به این آدم ها بگم دخترم میخواد بیاد مفتی اینجا زندگی کنه؟ خیلی عجیبه. چرا؟ نکنه انتظار نداشتی بیام؟ نه، میخوام بدونم این همه جسارت برای چیه. دوست دارم اینو بدونم. شنیدم داری در موردم تحقیق میکنی. نگاش کن که اینطور. فکر میکنی میتونی تو همه چی سرک بکشی؟ فکر میکنی همه دنیا در خدمت تو هست؟ تقریبا اینجوریه، چون تا امروز چیزی نبوده که بخوام و بهش نرسم. فهمیدی دختر جون؟ پس بذار بهت هشدار بدم، این دفعه تیرت به سنگ خورد شنیز کارا چای.
بهتر خودتو خسته نکنی، برای کارهای مفیدتر وقت بذار، چون در مورد من نمیتونی به چیزی برسی که به دردت بخوره. عاشق اعتماد به نفستم. اینجور حرفا تموم نشده. تموم نشده عزیزم. برای چی اومدی اینجا؟ حرفتو بزن گوش میکنم. چی میخوای؟ ما با هم یه توافقی کردیم. گفتی به هیچ کس نگم اون بچه مال جنکه. منم نگفتم. گفتی باید با ندیم ازدواج کنی. ازدواج کردم. من مثل یه بچه یه حرف گوش کن، هر کاری که خواستی و کردم. تو چی کار کردی؟ اون توافقو به هم زدی، رفتی اون فیلم‌ها رو به خواهرم نشون دادی. شنیز، یعنی میدونی چی شد؟ فرصت حمله رو دادی به من. به خدا اگه تحریکم نمی کردی من اونقدر عجله نمی کردم، اما به نظرم تو خیلی وقت پیش باید این بلا سرت می اومد. دوبله شده تو داری از چی حرف می زنی؟ وقت عجلت رسیده، قرار نابود بشی. تو فکر کردی نمیتونم این کارو بکنم، اما کردم عزیزم. امروز بابا آگاه صدایی که دستم بود و می شنوه. مامور پست همین الان تو رو. تو دیگه نابود شدی شنیز. آقا یوسف تشریف آوردن تو اتاق جلسه منتظر شما. خوش اومدین. روز بخیر. روز بخیر. لطفاً بفرمایید، بفرمایید. آماده ایم؟ داریم آماده میشیم. ما هم تازه شروع کردیم. دوستان همگی خوش اومدین. همتون میدونین که این پروژه برای ما خیلی مهمه. در رابطه با جزئیاتش با آقا ندیم حرف زده بودم. حالا دیگه وقتشه که شروع کنیم. البته قبل از شروع میخوام از تمام گروه هم برای تلاش شبانه روزی روی این پروژه نهایت تشکر بکنم. خیلی خوب، بفرمایید غلبند، میتونید شروع کنید. به نظرم شما برای این کار خیلی مناسب هستین. مدتی بود که ما دنبال پرستار میگشتیم. همونطور که گفتم با یه خورده حساس هستیم، چون مادر من زن وسواسی هستن. من مطمئنم خیلی خوب میتونیم با هم کنار بیاییم، اما خب مجبورم که اینو بهتون بگم. من سوء پیشینه دارم، یعنی دوست ندارم بعدم مشکلی پیش بیاد. خبر دارم جمیل خانم، اما به خیر گذشته. برای منم این مهمه. شما رزومه قوی دارین، از سابقه کاریتون اطلاع دارم. ببخشید میتونم یه چیزی ازتون بپرسم؟ خب شما گفتین یه نفر سفارش منو به شما کرده، میشه بپرسم کیه؟ عذرخواهی میکنم، فعلا نمیتونم چیزی بهتون بگم. باشه، من یه جلسه کوچیک دارم، اگه وقت دارین میتونین یکم منتظر باشین، بعدش شما رو با مادرم آشنا میکنم. بله منتظر میمونم. عالیه، ازتون ممنونم. پس فعلا ممنونم، میبینم ایتون.
آقا یوسف من دارم میرم، اگه کاری داشتین بگین. همونجوری که حرف زدین. باشه میبینمتون. خداحافظ. اگه سوالی داشتم ازتون میپرسم. خب نظرت چیه؟ به نظر میاد ریسکش زیاده، اما کار پرسودیه. میدونی بابام همیشه چی میگفت؟ میگفت اگه تو کاری ریسک نباشه موفقیتم وجود نداره. تا به حال هر کاری کردیم نتیجه دلخواهو نگرفتیم. الان دیگه باید دلو به دریا بزنیم. ندیم، من و تو قراره با هم کارایی بکنیم که افتخار پدرمون بشیم. باید مسئولیتی که پدرمون بهمون دادن رو به خوبی از پسش بر بیاریم. اما اینجوری نمیشه. باید هرچه زودتر اقدام کنیم. اول دریا، بعدش هم اقیانوس. تو فقط کافیه به من اعتماد کنی. قبوله. این کارو نکردی نه؟ داری دروغ میگی؟ چرا؟ کردم. به خدا این کارو کردم. همین که میبینم داری از استرس میمیری کلی خوشحال میشم. نه نمیتونی تا این حد پیشرفته باشی. بهت گفته بودم منو اذیت نکنی. آخرشم من سرتو به باد دادم شنیز. بابا آگاه همه چیو میفهمه. شایدم تا الان فهمیده باشه. خیلی دردناکه نه؟ تازه از دهن ندیمم میشنوه. خیلی ببخشید، دوست داشتم اینجا بمونم و از این لحظه لذت ببرم، اما هیاهوی خونه جذابتره. باید برم عزیز دلم. خودتو بیچاره میکنی احمق. نه نه نباید بفهمه. من بیچاره میشم. نه داملا نمیشه، ریسکش زیاده. خیر باشه شنیز خانم، حالت خوبه؟ همه چی رو به راهه؟ بله بله خوبم، خیلی ممنونم. ببخشید یه خواهشی ازتون دارم. بفرما. ببخشید من یه بسته دارم، قراره بیاد امارت، اشتباهی اسم آگاهو دادن. میشه بپرسین ببینین دستش رسیده یا نه؟ باشه حتما میپرسم. آره ممنون، فقط یکم عجله کنید چون خیلی مهمه. من منتظر خبرتون هستم. خدا نگهدار. هنوز گوش نداده. هنوز گوش نداده. خواهش میکنم، خواهش میکنم گوش نکرده باشه. خواهش میکنم. داریم میایم. تو مدارک آماده کن. حتی روحش هم خبردار نمیشه. تا اون موقع ما به خواستمون رسیدیم. خیر باشه. به چی قراره برسی؟ مگه تو فضولی؟ جواب منو بده یوسف، جریان چیه؟ روح کی خبردار نمیشه؟ ها؟ داشتی از ندیم حرف میزدی؟ تو فکر کردی تو این دنیا همه چی به خانواده کاراچای مربوط میشه؟ همه چی رو به خودتون نگیرین. الان هم اگه اجازه بدی من کار دارم.
این یوسف داره یه کارایی میکنه. اگه منظورت از یه کارایی یه کار خیلی پرسوده، آره ما داریم با هم یه کارایی میکنیم. یعنی چی؟ تو تنهایی این تصمیمو گرفتی؟ یه چیزی به اسم هیئت مدیره وجود داره، تا حالا به گوشت خورده؟ من برای این که یه کاری انجام بدم نیازی ندارم از کسی نظر بپرسم. اگه من بگم قراره یه کاری بکنیم، پس انجامش میدیم. ببین تو متوجه نیستی، یه کاسه زیر نیم کاسه است، به اون پسره نمیشه اعتماد کرد. پس حرف از اعتماد شد. تو قابل اعتمادی؟ ها؟ قبل اینکه من بیام شرکت، تو حتی پاتم اینجا نمیذاشتی. حالا چی شده؟ هی میگی تو نمیفهمی. نمیدونم اون پسر قابل اعتماد نیست. جریان چیه؟ چون کاری که تو نتونستی بکنی من دارم میکنم، اینقدر به هم ریختی؟ هنوزم میگی تو من. ببین این قضیه از من و تو و دعواهای ما خیلی بزرگتره. دارم بهت میگم یه کاسه زیر نیم کاسه ندیم. تو حق نداری تنهایی تصمیم بگیری. شرکت رو ورشکست میکنی، نمیفهمی؟ با پشت میز نشستن این کارا پیش نمیره. راست میگی، چون تو سالهاست داری کار میکنی، تجربت از من خیلی بیشتره. یادم رفته بود. نه ولی میتونم بفهمم آدم ها چه نیتی دارن. تو با یوسف یه مشکلی داری. من اینو درک میکنم. میخوای یه اشتباهی بکنه، یه سوتی بده تا با خاک یکسانش کنی. اینجوری تو هم قهرمان میشی و شرکت رو نجات میدی، مگه نه؟ اما متاسفانه تو این دنیا همه چی اونجوری که ما میخواییم پیش نمیره. جدی میگی؟ بله. باشه پس بهت ثابت میکنم. حالا میبینی، اون موقع باید ببینیم بازم میتونی اینجوری با ادعا حرف بزنی. میبخشین آقا آگاه، وقت داریم؟ آره بیا نورتن جان، بیا. خیر باشه، مشکلی داری؟ بله آقا آگاه، بله. من هر کاری بکنم بازم نمیتونم دین شما رو ادا کنم. این همه سال به هم اجازه دادین تو این خونه کنار شما زندگی کنم، هزینه یه تحصیل دخترم رو دادین، هواشو داشتین، حتی یه روزم پول تو جیبش قد نشد. منم باعث افتخارم بود که به شما خدمت کنم. میدونم نمیتونم بهتر از شما پیدا کنم، اما من... خیر باشه نورتن، چرا اینطوری حرف میزنی؟ مگه میخوای بری؟ چیزی شده؟ آقا آگاه، دختر من یه سری مشکلات براش پیش اومده، الانم با یه بچه تک و تنها مونده. منم میخوام دیگه دخترم از الان کنار خودم باشه، اما خب میدونین که یه زن بچه دار نمیتونه اینجا باشه، کاریم از دستش بر نمیاد. اگه اجازه بدین ما دیگه بریم دنبال زندگی خودمون. من میرم سر یه کار دیگه و هزینه هامونو تأمین میکنم. من میخوام خودم رو بازنشست کنم. متوجه نشدم. همه اینا به خاطر اینه که دخترت داره میاد؟ راستش نمیخوام بین این همه مشکل اونم سربارتون بشه. بچم داره، کاری از دستش بر نمیاد. کی از اون دختر انتظار داره آخه؟ با شاک تو این خونه بزرگ شده، تو بغل خودمون، اون مثل دختر خودمه. زود باش ببینم، اشکاتو پاک کن، نمیخوام تو رو اینطوری ببینم. استدیو جم. در ذهن با شاک، هر وقت که دلش بخواد میتونه با بچهش بیاد تو همین امارت زندگی بکنه. اون تاج سر ماست. نورتن، تو برای این بچه ها مادری کردی، هر سهشون تو دست خودت بزرگ شدن. من به این راحتی ها نمیذارم تو از اینجا بری. اینم فراموش نکن، آویزه گوشت کن، حرفاتو نشنیده میگیرم. خیلی خب برو. خدا ازتون راضی باشه. همچنین نورتن. نورتن، یه قهوه تلخ با آب خونه.
چشم. ممنون. پسر خوشگل من عزیزم، مامانت اینجاست. هر اتفاقی که بوده دیگه تموم شد و رفت، همه چی رو فراموش میکنیم. خب از این به بعد خیلی بهتر میشیم، من و تو با هم مقابل تمام دنیا میایستیم. هیچ وقت ولت نمی کنم. خب بله مامان. مژده بده دخترم، با آقا آگاه حرف زدم، گفت میتونی بیای، گفت اینجا خونه تو هم هست. وای مامان، اینقدر مثل بدبخت ها حرف نزن، معلومه که قبول میکرد بیام. صد ساله داری نوکریشونو میکنی، بذار یه خوردم اونا گردن کچ کنن. خب دخترم یکم حرمت نگه دار، اون چرا باید مجبور به همچین کاری باشه؟ باشه مامان باشه، گوشی رو قطع کن، میخوام بچم رو بگیرم بخوابونم. ما نباید اینطوری بشیم پسرم، باشه؟ نباید خودمون رو تحقیر کنیم. همه چی رو به راهه؟ تماس نگرفتین؟ نگران شده. بله بله، به توافق رسیدیم. بسیار خوب. جمر خانم، آقا جانید منتظر شما هستن. باشه. به خاطر معرفی ایشون از تو ممنونم، دیگه کم کم میریم خونه. بله خیالتون راحت آقا ندیم، واقعا دختر خوبیه، مطمئنم که مادرم هم خوشحال میشه. اصلا شک ندارم، خیلی خوشحال شدم. پس به منم خبر بدی. شما داشتین با آقا ندیم حرف میزدی؟ ببینین لطفاً به من دروغ نگی، اون منو به شما معرفی کرده، اون از شما خواست منو استخدام کنین. سوء تفاهم پیش اومده، اون فقط شما رو پیشنهاد کرد، گفت باهاتون حرف بزنم، اما من خودم خواستم شما رو استخدام کنم. کاش حداقل قبلش با من مشورت میکرد. خیلی شرمنده، اما من نمیتونم اینو قبول کنم. جمره خانم. وای دختر، عجب جایی انتخاب کردی، من عاشق اونجام، خیلی خوبه. آی فکر کنم سرما خوردم. آره ببینم خول شدی، معلومه که میام. اتفاقا اگه تولد بهترین دوستم نیا مریض میشم. راستی یه سوال داشتم، لباست چه رنگیه؟ واسه این میپرسم که بعدن مثل همدیگه نباشیم. آخه میدونی که تو عکس بد میشه، واسه همین میگم. باشه باشه، من آماده میشم را میافتم. خدافز خدافز. هچه آی. جزئیات پروژه آقا یوسف. امروز تو جلسه جزئیاتشو به آقا ندیمم گفتن، البته کسی نبود. آقای جنگ خواست تحقیق کنیم، وقتی نتیجه مشخص بشه به شما هم اطلاع میده. تا جایی که میبینم فعلا چیزی نیست که بخواد نگرانتون کنه. متوجه شدم والی، ممنونم، میتونی بری. خدا نگهدار. خدا نگهدار. تو داری چیکار میکنی بچه؟ خیر باشه داملا خانم، جایی تشریف میبرین؟ میخوام برم دوستامو ببینم، مشکلی هست؟ اختیار دارین خانم، چه مشکلی باید باشه؟ نه آخه این روزا همش یه کاری میکنم که مقصر میشم، برای همین بهت گفتم. همش آخه اذیتت میکنم.
سلامت باشی. همه با هم. خب همه اینطوری میگن دیگه، درسته؟ چی شده؟ سرما خوردی؟ نه حالم خوبه خوبه. آخه اون روز مثل بیت داشتی میلرزیدی، گفتم اگه پالتون خوب نیست برم عوضش کنم. زندگی دیگه قابل پیش بینی نیست. بفرمایید بفرمایید، من امروز بیکارم، میرسونم. اگه با من کار داری مجبور نیستی منو برسونی. این چه حرفیه؟ وظیفه من خدمت رسانیه. بفرمایید. خب چی پیدا کردی؟ هنوز مطمئن نیستم، اما یه مشکلی هست. هیچ گونه فعالیت تجاری برای این زمین دیده نمیشه. بازم داریم تحقیق میکنیم، بهتون اطلاع میدم. باشه، هر کاری لازمه انجام بدین. هر چیزی که تو این کار هست باید مشخص بشه. فهمیدین؟ میخوام بدونم. چشم آقا. آبجی نورتن، آقا آگاه بالا هستن؟ نه رفت بیرون، کار داشت. چی شده؟ چیزی نیست، ولش کن. خیر باشه، دستت چرا اینقدر پره؟ کاری هست بده انجام بده. نه ممنون، دخترم داره میاد با نوام. وقتی دنیا اومد یه چیزایی خریده بودم، حالا دارم اونا رو کنار میذارم. وای یه دل سیر میتونم نوامو ببینم. چشمت روشن آبجی نورتن. پس قراره یه بچه بیاد تو خونمون، خونمون یکم شاد میشه. اینا چقدر قشنگه، خیلی نازه. آره باشه، اگه کاری داشتی منو صدا کن نورتن. باشه، با هم وسایلش آماده میکنیم. برای آگاه کارش ها یه بسته پستی دارم. همین الان رفتن. بسته رو بده من بهشون تحویل میدم. نورتن خانم، این بسته مال آگاه خانه. آها، بدید به من. اتفاقا دنبال همین بودم. شنیز خانم زنگ زد، گفت یه بسته قراره بیاد، گفت اشتباهی اسم آقا آگاه رو نوشتن، نمیدونم چی بوده. از من خواست اینو بهش بدم. مامان جون، میشه اینو بدی به من؟ دخترم چه خبرته؟ تو بگو چه خبرته؟ این مال یکی دیگه است. ببین روش نوشته آگاه کار چای، تو چرا باید بگیری؟ نه عزیزم اینطوری نیست. شنیز خانم زنگ زد. من شنیز منیز حالیم نیست، درسم دیگه نمیخواد به اون بگی شنیز خانم. لسم نیست واسه من قصه های شنیز رو تعریف کنی. مامان چون این بسته باید برسه به دست بابا آگاه. من اینو میبرم تو اتاق کارش میذارم، خودش تصمیم میگیره برای کیه. من که سر در نمیارم. منم. بله جمره. ندیم از این کارت واقعا خیلی دلخور شدم. چی؟ اون کارو تو واسه من جور کردی مگه نه؟ مگه من از تو همچین چیزی خواستم؟ چرا این کارو کردی ندیم؟
من فقط میخواستم کمکت کنم جمره. ببین من یه تصمیمی گرفتم ندیم، هر چقدرم که بدبخت بشم و سختی بکشم اما خودم باید ازش بیرون میام، نیازی به حمایت هیچ کس ندارم. یعنی نمیخوای کارو قبول کنی؟ نه ببین، من خیلی خوب درکت میکنم اما لطفاً دیگه تو کارای من دخالت نکن. باشه هر جور راحتی. جمره کجا میخوای بری؟ بیا خودم میرسونمت. جایی نمیرم، یعنی در واقع نمیتونم میرم. ببینم چیزی ناراحتت کرده؟ نه بابا چیز مهمی نیست. خب رفته بودم برای کار صحبت کنم نشد، واسه همین یکم ناراحتم. ولش کن عزیزم، مهم نیست، خودشون ضرر کردن، اینطوری فکر کن. بی خیال. راستی یه چیزی میگم، چطوریه که صدا تو میشنون اما تو رو استخدام نمیکنن؟ واقعا باید بهشون تبریک گفت. نه بابا اینجوریام نیست. خب خوانندگی نبود، پرستاری بود، نگهداری از یه زن پیر. آها فهمیدم. چیو فهمیدی؟ نه چیزی نیست. چرا هست؟ یه چیزی گفتی اما نفهمیدم. جمره میخوام یه چیزی بپرسم، تو حالا که فرصتشو داری چرا نمیری دنبال رویات؟ حالا که میخوای یه شروع دوباره داشته باشی، میخوای راه خودتو بری، چرا کاری که دوست داری انجام نمیدی؟ هر کاری که دلت میخواد میتونی ترانه بخونی، برای این کار که به کسی نیاز نداری، فقط کافیه که به اینجا گوش بدی، هر چیزی که لازم داری اینجاست، چیز دیگه ای نیاز نداری، عقب ننداز. حالا که فرصتشو داری نذار از دستت بره. ازت ممنون. منم همینطور. باشه پس بعدا میبینمت. میبینمت. الو تونستیم بگیرین سهر خانم؟ راستش ناشنیز خانم، جرن منو دید از دستم گرفت، گفت این مال بابا آگاهه. یعنی بزنم به این شانس، آخه چرا بهش اجازه دادی؟ شما که میدونی شنیز خانم اون اصلا به حرف من گوش نمیده، از دستم کشید. باشه سهر خانم باشه، من حلش میکنم، خیلی ممنونم. باید برسی شنیز، باید به اینم برسی. ببخشید آقا، من برای آگهیتون اومده بودم، انگار دنبال یه خواننده هستین، درسته؟ با کی میتونم حرف بزنم؟ متاسفانه هفته گذشته یه نفر رو استخدام کردیم، بچه‌ها یه رو بر نداشتن. شما چندمین نفری هستین که میایین؟ ببینم به مدیر نگفتی؟ چرا گفتن اما من نمیدونم جریان چیه، حتما یادشون رفته بردارم. باشه پس دیگه مزاحمتون نمیشم، خسته نباشه. جمره؟ جمره خودتی؟ اوزگه؟ که این بادی استانبول یه چند ماهی میشه میخواستم بهت زنگ بزنم، همه شماره هم پاک شده، البته ما دیگه شماره از اخبار دنبال میکنیم. وای رفیق معروف دارم، خیلی هیجان زدم. باشه باشه یه عکس با هم میگیری، بذار آماده شم. وای دلم برات یه ذره شده بود بخونم. همینطور بیا بریم یه چیزی با هم بخوریم. یه وقت مزاحمت نباشم. مزخرف نکو، بعد این همه وقت دوست جونجونیمو دیدم، یعنی نمیتونیم یه چایی با هم بخوریم؟ چرا که نه. پس بیا بریم. دو تا چایی لطفا تو لیوان شیشه‌ای بیاریم. بیا بیا. چی میگی تو؟ تعریف کن ببینم چی کار میکنی. دختر یهوی گذاشتین رفتین، بعدش هم که اخبار روزنامه ها، بعد شنیدم ازدواج کردی. داداش تو ازدواج کردی؟ اصلا نفهمیدم چه خبره. یه چیزی بگم،
من نتونستم بهت زنگ بزنم، تو چرا یه خبری از من نگرفتی؟ وای ازگه، اگه بدونی که چه بلاهایی سرم اومد اصلا باورت نمیشه. طلاق گرفتم. یعنی الان دارم تلاش میکنم همه چیو از اول شروع کنم ازگه چون، اما اول از همه باید یه کار پیدا کنم. معلومه. خیلی ممنونم. خیلی ممنون. نوشه جان بفرمایی. تو اصلا منو ویل کن، بگو ببینم تو چی کار میکنی؟ چی کار باید بکنم؟ هیچی، مثل همیشه موسیقی. شبام اینجا آواز میخونم. الان تقریبا یه هفته است. جمله یه چیزی میخوام بگم. شما خیلی به هم میومدین. چی شد یه هو نظر شدیم؟ باید این کارو میکردیم. ولش کن، نپرس. ویل کن بابا، تو این دور زمونه ازدواج کردن خریت محضه. شنیس خانم، شرایطو که میدونی. جهانگیر برو کنار. شنیس خانم خواهش میکنم، کارمانو سخت نکن. برو کنار. بیا شنیس جون، بیا. خبر شده جهانگیر؟ چرا زنگ زدی؟ چیز آقا، شنیس خانم اومدن ما دارم میبینم. پس تو چه غلطی میکنی؟ ارزه هیچ کاریو نداری؟ بار کنار. شنیس خانم، شما اینجا چی کار میکنی؟ آگاه خونه است. هنوز نیومده. شنیس خانم، آگاه خیلی عصبانی میشه. اون کجاست؟ منم میخواستم به شما زنگ بزنم، تو اتاق کارتونه. شنیس آقا، تو اینجا چی کار داری؟ بهت توضیح میدم. چیو میخوای توضیح بدی؟ بهت گفتم اینجا چی کار داری؟ آقا میشه لطفا آروم باشی؟ گفتم بهت توضیح میدم. اون چیه تو دستت؟ اشتباهی فرستادن اینجا، اومده بودم اینو بگیرم. آگاه لطفاً، وقتی مجبورت کرده تا اینجا بیای لابد چیزی بوده که نخواستی ببینم، مگه نه؟ اونو بده من. آگاه بس کن. اونو بده به من. بهت گفتم اونو بده به من. شنیز اونو بده به من. مجبورم نکن به زور بگیرم. نه ولش کن، ولش کن. نه بهت گفتم بده من. دیگه چه مونده که باید بفهمم شنید؟ بازش نکن لطفا. دیگه چی مونده؟ بگو. آگاه خواهش میکنم. اینجا چه خبره؟ نمیدونم، خودتون بریم ببین. لطفاً بازش نکن.
جلو نگی، جلو نگی، بمون سر جات، جلو نگی. آگاه آگاه لطفا. اونو بازش نکن آقا، لطفا. گفتم بمون سر جات، نه یا جلو، سر جات بمون. دهنت هم ببن. تنها گناه من این بود که اونا رو با هم دیدم. کیارو، کیارو دیدی؟ ندیم؟ نه امو جان، نه. ندیم اونو بده به من. نه امو، اونو بده من. ندیم همون. نه بهت میگم بده من. ندیم نه. ندیم بهت گفتم بده به من. نه گفتم اونو بده من. ندیم دیگه چی هست که باید بدونم؟ ندیم دیگه چی هست؟ بگو بگو چی هست؟ بگو ندیم. آقا آقا امو، امو جان. آقا امو. آقا نه آقا، زنگ بزنید به اورژانس. آقا زنگ بزنید به اورژانس. آمبولانس جرن. امو جان چشماتو باز کن. امو زنگ بزنید به آمبولانس. امو جان. آقا امو جان زود باشین. آمبولانس. خیلی خب، من دیگه مزاحمت نمیشم عزیزم. ما که دیگه همدیگه رو پیدا کردیم، پس از این به بعد بیشتر همدیگه رو میبینیم. صبر کن جمره، صبر کن. میشه از هم جدا نشیم؟ یعنی چی؟ میگم چطوره اینجا با هم کار کنیم. واقعا میگی؟ ببین، من تازه هفته پیش شروع به کار کردم. اگه یه خواننده خوب پیدا نکنم ممکنه زیاد نتونم دووم بیارم. میتونم بخونم، اما خودت که میدونی صدام یکم گوش خراشه. ممکنه مدیر هر لحظه اخراجم کنه. اگه تو بیای با هم کار کنیم، منم با رئیسم حرف میزنم. تازه به این فکر کن که اگه تو نیای اینجا با هم کار کنیم، من بیکار میشم. خیلی خوب باشه، اما فقط به خاطر تو میام، چون نمیخوام بیکار بشی. حواست باشه اینجا ببینم. میگم یعنی واقعا قراره با هم کار کنیم؟ آره آره، بغلم تو کنی. آقا طاقت بیار، لطفا طاقت بیار. آقا طاقت بیار. آقا خواهش میکنم. همون جان تو رو خدا طاقت بیار. دخترم چی شده؟ سکت سکته قلبی کرده. میگم سکته قلبی کرده. روشن کن. این زنی که اینجا چی کار داشت؟ خدا میدونه چی گفته که مرد بیچاره قلبش واساده. آبجی نورتن، باز چه خبر شده بود؟ شنیز خانم که اومد قیامت به پا شد. نمیدونم تو اتاق در مورد چی حرف زد. باز مثل مار نیشه شو زد.
آخر میزنه این مردو میکشه. تقصیر تو. تو شوهرمو به این حال روز انداختی. تو مقصری. مزخرف نگو. زنت اون صدا رو برای آگاه فرستاد. برای اینکه از من انتقام بگیره. جرن راست میگه؟ ندیم، به خدا قسم داره دروغ میگه. حرف منو باور میکنی یا حرف اینو؟ من دارم دروغ میگم؟ مگه خودت نیومدی به هم گفتی من صدا تو فرستادم؟ جرن راست میگه؟ واقعا که خیلی بی‌انصافی. آخه چطوری میتونی اینقدر راحت دروغ بگی؟ خدا رو خوش میاد آخه. آخه این چه تهمتیه که داری به من میزنی شنیست؟ تهمت؟ بله تهمته. تهمته. دوبله شده در مامان جون، اون کار جور نشد، اما یه کار دیگه پیدا کردم، وقتی بیام خونه تعریف میکنم. ببینم تو رو چیزی نمیخوای؟ نه دخترم نه، فقط زود بیا. چی شده؟ چرا صدات اینقدر غمگینه؟ اگه بدونی آقا آگاه یهو حالش بد شد، اینقدر بد شد که بردنش بیمارستان. الان منتظر خبری. چی؟ کدوم بیمارستان؟ کجاست؟ باشه 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 مامان جون، من میرم بیمارستان. میشه یکم جلوتر دور بزنی؟ ندیم قسم میخورم که داره دروغ میگه. مگه خودت گوشیمو نگرفتی و اون صدا رو پاک نکردی؟ خودت پاکش کردی. وقتی میخواستی صدا رو برای عمو بفرستی پاکش کردم. میخواستی این کارو بکنی جرن؟ میخواستی بدونی؟ من این کارو نکردم. من این کارو نکردم ندیم. جرن تو از دستش نیست، خیلی عصبانی هستی، حقم داری، درکت میکنم. آدم وقتی دلش میسوزه میخواد دل طرف مقابلش هم بسوزه، اینم میفهمم. اما اونی که اونجا خوابیده عموی منه، اونی که داره با مرگ دست و پنجه نرم میکنه عموی منه. اگه برای سرش بیاد و تو حتی 1% مقصر باشی، اون وقتی که بهت رحم نمی کنم، بدجوری اذیتت می کنم. چرا؟ باشه باشه، حالا که باورت نمیشه بگو ثابت کنه، بگو ثابت کنه من رفتم برج. دوربینا، بگو فیلمای دوربینا رو نشون بده. چطوری پاکشون کردی؟ نمیدونم، اما تو کردی. ما هر دومون خیلی خوب میدونیم چرا تو اومدی پیش من. کافیه دیگه، فهمیدین؟ کافیه دیگه، بسه. اصلا به فرضم که فهمیدین کی اون صدا رو فرستاده، چی قراره عوض بشه؟ میخواین چی کار کنی؟ فکر کردی اینجوری گناهت پاک میشه؟ مثلا داری از خودت دفاع میکنی؟ دفاع؟ تو داری اینو به هم میگی؟ بدبخت. بسه. هر دوتون خفشین. وضعیتش چطور آقای دکتر؟ لطفاً خبرای خوب بهمون بدین. همه چی رو به راه، نگران نباشید. در ضمن آنجام انجام شده، فردا مرخص میشن. فردا صبح مرخص میشه. آی خدا رو شکر. خدا سلامتی بده. ممنونم. ممنونم دکتر. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدایا شکرت. بلند شو دیگه. خیالت راحت شد، حالا از اینجا برو. نمیرم. وقتی عموم به هوش بیاد میخوای چی بگی؟ میخواد بگه چرا اومدی؟ چرا جلوتو نگرفتم؟ چی میخوای بهش بگی؟ برو، تا به هوش نیومده و تو را ندیده از اینجا برو.
تو فیلمای دوربین رو پاک کردی؟ آره من پاک نکردم، میگم کار من نبوده. چرا حرفمو باور نمی‌کنی؟ جرن من هر دوی شما رو خوب میشناسم. توضیح بده. یک، اگه کار تو نبوده شنیز از کجا میدونسته اون صدا برای عمو اومده؟ دو، بگو فیلمای برج رو چطوری پاک کردی؟ اینجوریه ندی؟ به نظرم بهتره تو بری از اونی بپرسی که اولین بار این حرفا رو بهش زدی. اویا از همه چی خبر داره. از کجا معلوم کار اون نبوده باشه ندیم ها؟ یکم فکر کن. داملا ببینم، تو مطمئنی نمیخوای بری بیمارستان؟ حالت خوب نیست؟ نه لازم نیست، ممنون. ایوا چرا میزو نچیدن؟ سهر خانم لطفا کمک کنین، خیلی مهمه به خاطر خانواده‌ام. آخه نمیدونم، به نظرتون کار درسته؟ سهر خانم خواهش میکنم تو اتاق آگاهه پیداش کنید و برای من بیارینش، خواهش میکنم لطفا. چشم، نگاه میکنم بهتون خبر میدم. خیلی خیلی ازتون ممنونم، به هم خبر بدین. باشه سهر خانم، لطفا بین خودمون ببونه. باشه باشه شنیس خانم، نگران نباشین. خیلی ممنونم، خدا نگهدار. آی بابا. دوبله شده در استدیو جیم. سهر خانم شما اینجا چه کار دارین؟ من با جرن کار داشتم دخترم. چه شده عزیزم؟ چرا اینقدر سرفه میکنی؟ فکر کنم سرما خوردم، بدنم خیلی درد میکنه. صبر کن ببینم. عزیزم تو که تبم داری؟ وای بمیرم. خیلی خیلی ممنونم، انگار تو خونه خاک مرده پاشیدن، احساس تنهایی کردم. این چه حرفیه دخترم، چرا تنها باشی؟ پس ما اینجا چی کاری؟ بیا ببرم تو اتاقم. بیا بیا عزیزم، بیا بیا دخترم. اویا کجایی؟ اگه مهم نبود تماس نمی گرفتم، زودتر بیا اینجا. وقتی اومدی میگم. ندی لطفاً آروم باش خب؟ چون اولش انکار میکنه، لابد میگه کار من نبوده. اما من مطمئنم ندی، هرچی هست زیر سر خودش و حالا میبینی. میفهمم کار کی بوده، میفهمم. پیداش کردین سهر خانم؟ برداشتم شنیز خانم. میتونین بگین جیوان برای من بیارتش؟ چشم شنیز خانم، امیدوارم این کارم آقا آگاه و عصبانی نکنه. نه خیالت راحت باشه، فقط برای من مهمه. خیلی ممنونم.
دکتر تو راه نورتن باهاش حرف زد. قلبم ریخ مامان نریمان باش. تو با کی حرف میزدی؟ هیچکی. ببینم اون چیه تو دسته. هیچی نیست میگم، هیچی نیست. گوش کن، دختره خبر نداره چه بلایی سر باباش اومده. مراقبش باش، جلوشم حرف نزن. خب الان انگار قرار نیست بفهمه. الان که مریضه نفهمه. جرن اگه اونطوری که تو گفتی نباشه و این قضیه به تو مربوط باشه، عاقبت بدی در انتظارته. نه بابا، چی کار میکنی؟ حتما بز میخوای طلاقم بدیره؟ آره طلاقت میدم، روز بعدشم میندازمت از خونه بیرون. میگم کار من نبوده، کار من نبوده. چرا نمیفهمی تو؟ از کار کی بوده؟ کی؟ کار من بود. نه این نمیتونه قیمت اصلی زمین باشه. حق دارین آقای جین، متاسفانه قیمتش خیلی بالاتره. اول باید بدونم فروشنده این زمین کدوم شرکت بوده. چشم آقای جین. تو به چه حقی، به چه حقی همچین کاری کردی؟ دارم دیوونه میشم. چرا یا چرا؟ وقتش رسیده بود ندیم. میخواستم تاوان بلاهایی که سرت آورده. تو برای بدون. این تصمیم میگیری؟ تو مگه کی هستی؟ چرا تو هر کاری دخالت میکنی؟ حالا به عموم چی باید بگم؟ تازه سکته کرده، بهش چی بگم؟ فکر کردی بیخیال میشه؟ شایدم وقتش رسیده که همه واقعیت رو بهش بگی. آخه مگه تو کی هستی؟ برای چی داری زندگی منو زیر رو میکنی؟ به چه حقی؟ تو کی هستی آیا؟ باشه بهت میگم، خودت میفهمی، ولی بعدا. نه خیر، الان باید بگی. الان برای چی؟ به چه حقی؟ گفتم بعدا، الان نمیشه. آیا 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 بیا اینجا. شش ندیم، ندیم، تو بیمارستانی، داد نزن لطفا. من الان میرم باهاش حرف میزنم، تو آروم باش. خب آیا از دست ندیم خلاص شدی، اما نمیتونی از دست من فرار کنی. چی میخوای؟ چرا این کارو کردی؟ چه لزومی داشت همچین قهرمان بازی در بیاری؟ تو چرا گناه منو گردن گرفتی؟ جای این که منو بازجویی کنی، خدا رو شکر کن که به لطف من قصر در رفتی. اگه من نبودم ندیم از خونه پرتت میکرد بیرون. خیلی ممنونم، اما اینو فراموش نکن. تو یه چیزی داری که منو اذیت میکنه. و خیال نکن با این قهرمان بازیت همه چی یادم میره. بالاخره پیداش میکنم. دکتر اویا خانو، پس بگرد عزیزم. از من به این راحتی ها نمیتونی خلاص بشی. اگه نمیخوای برگردم پیش ندیم و حرفمو پس بگیرم، دیگه ادامه نده. باشه یادت نهید مدیون من. تا
تو همینجوری نسبت به من بی‌اعتماد باش، خب؟ هر دفعه سعی کن تهدیدم کنی که میخوای طلاقم بدی و از خونه بیرونم کنی. آفرین بهت. جرن لطفاً بهم گیر نده. اما همه میتونن به من گیر بدن. آره ندیم؟ آره همه گیر بدن. تو شنیز همه. معذرت میخوام. خیلی خوب، چون دلایل خیلی منطقی دارم که بهت شک میکنم، برای همین واقعا معذرت میخوام. آقا آگاه چطوره؟ ندیم حرف بزنین دیگه، حالش چطوره؟ خوبه خوبه، اما آن چیو شد؟ دیگه کسی نیومده، جنگ کجاست؟ من با جنگ تماس گرفتم اما جواب نداد. میخوای تو زنگ بزن، حتما برای تو رو جواب میده. نمیدونم مادر بودن یعنی چی. تجربه نکرد، نذاشتن تجربه کنم، اما دلم خیلی براش تنگ میشه. دلم برای قیافه‌ای که ندیدم تنگ میشه، برای صدایی که نشنیدم تنگ میشه، برای بوی تنش که نفهمیدم چطوریه تنگ. انگار قرار نیست این ماتم تموم بشه. یه خلایی تو وجودم حس میکنم که قرار نیست پر بشه. ندی خیلی خیلی دارم میسوزم. خیلی ندی ببینم تونستی چیزی پیدا کنی؟ هنوز چیزی پیدا نکردیم که جایی ثبت شده باشه، اما بچه ها دارن تراش خودشونو میکنن. باشه، هر کاری که میتونین بکنین. چشم آقای جنگ. ممنون. این یوسف داره یه غلطایی میکنه. میفهمم. جانم جمره. جنگ میخوام یه چیزی بهت بگم، اما لطفاً نگران نشو، خب؟ چون همه چی الان رو به راست. چی شده؟ باید بیای بیمارستان. چی شده؟ کسی طوری شده؟ تو حالت خوبه جمره؟ بابات سکته کرده جنگ. چی؟ بابام خوبه؟ شما الان کجایی؟ چیوان؟ حالت خوبه؟ تو نگران من شدی؟ داشتم از اینجا رد میشدم، گفتم بیام ببینمت. از کجا رد میشدی؟ نکنه این اطراف جاییو داری که من ازش خبر ندارم. نگران شدم بابا. چیه مگه؟ هیچی بابا، همینجوری پرسیدم.
از بیمارستانم تماس نگرفتن. یعنی آقا آگاهو از مراقبت‌های ویژه آوردن بیرون. من به جمره تاکید کردم، گفتم به محض اینکه اومد بیرون خبر بده. امیدوارم خیر باشه. خبر خوبه. بابجی نورتن، اون کم میشه. سوپ زیاد درست کن، بذار دختره حسابی بخوره. نه بابا بالا سرشه نه مادر. دلم سوخت به خدا. امان، همچی مادری مگه خیرش هم میرسه؟ پاشده اومده اینجا مرد بیچاره رو به سکته داده. سهر خانم، هنوز منتظرم. مامان نریمان، پاشو بیا اینو هم بزن لطفا. چی شد دختر؟ هیچی، میخوام برم پیش جیوان. بیا. ببینم الان بهتری؟ آره بهترم. فقط ملاقات مریض نباید زیاد طول بکشه. یه وقت ممکنه کسی بیاد مامانتینا. خب بذار بیاد. مگه چی کار میکنیم؟ کار بدی که نکردیم؟ نه، اما خب چه میدونم، نخواستم اوقات تلخی پیش بیاد، همین. نه، مگه مادرم چی قراره بگه؟ داملا، به من نگاه کن ببینم. مادرم چیزی بهت گفته؟ چرا یهو مضطرب شدی؟ ها؟ جیوان؟ تو اینجا چی کار میکنی؟ من دارم تو حیات دنبال تو میگردم. چرا دنبالم میگردی؟ مگه چی شده؟ بیا بیرون، کارت دارم. بیا. مراقب خودت باش. دیگه نمیخوام اطراف این دختره ببینم. اتا تو به این دختره حرفی زدی؟ مزخرف نگو. بیا بریم خونه خودمون، باهات کار دارم. دوست ندارم اینجا جرا بحث کنیم. چرا دنبالم میگشتی؟ چی شده؟ میخوام یه چیزی بهت بدم، باید ببری برای شنیز خانم. کجا گذاشتمش؟ سهر خانم چی کار کردین؟ فرستادی؟ شنیز خانم نمیتونم پیداش کنم. یعنی چی نمیتونین پیداش کنین؟ کی برداشته؟ ببینین اون برای من خیلی مهمه. لطفاً با دقت بگردین. باشه، دارم میگردم، بهتون خبر میدم. خیلی ممنون. دنبال چی میگردی سر؟ سوپ داره ته میگیره بابا. چیزی نیست. باشه الان میام. چی شد؟ هنوز نیومده بیرون؟ نه، تو فردا اونجا میمونه. خوبه، نگران نباش. بلا به دور باشه. ممنون. خب یکی بگه چی شد؟ من صبح باهاش حرف زدم، خوب بود. زورم صداش خوب میومد. یه دفعه چی شد؟ مادرت اومد امارت. وقتی اونو دید عصبانی شد. بعدش هم که اینجوری شد. مادرم اومد امارت؟ مادرم برای چی اومده بود امارت؟ نمیدونم. هیچ کدوممون نمیدونیم. من فقط صداشو از بالا شنیدم. ندیم، تو چیزی میدونی؟ منم نمیدونم. وقتی اومدم مامانت رسیده بود. ای بابا، نشد یه روز خوش داشته باشی. فقط یه روز. اوف. باشه، من اینجا میمونم، شما برید. من خوبم. منم اینجا میمونم. ندیم، بیا ما بریم. اگه بابا آگاه به هوش بیاد و تو رو ببینه، ممکنه همه چی بدتر بشه. ما میریم خواهر جون، تو میمونی؟ چرا تعجب میکنم آخه؟
ببخشید. ببخشید پدرم به اوش اومد. بردیمش تو بخش، میتونین بریم پیشش. وضعیتش چطوره؟ حالش خوبه، امروز مرخصش میکنیم. فقط نباید استرس داشته باشه، مهمترین مسئله همینه. بلا به دور باشه. ممنون، لطف کردیم. بریم. بریم. اوف. پسرم بیا تو. بابا. بیا بشین پسرم، بشین. حالت خوبه؟ آره، چیزی نشده، نترس. گوش کن، من بیدی نیستم که با این بادا بلرزه. فکر نکن چون یه تکون خوردم قراره بیفتم. فعلا بیخریشتونم. خیلی ترسیدم بابا. نترس پسرم، اصلا قصد رفتن ندارم. باشه، من با دکترت حرف زدم، گفت یکم دیگه مرخصت بکنم. میدونم. ندیم اینجاست؟ نه رفت. بابا چیزی شد؟ انگار مامان اومده خونه، بعد حال تو بد شده. نه چیزی نشد پسرم، همون اتفاقای همیشگی، همه چی پشت هم اتفاق افتاد، فقط یکم کتک خوردیم، همین، چیز دیگه ای نیست، نگران نباش. جنگ برو کارای ترخیص انجام بده، زودتر اینجا بریم، دارم کلافه میشم. باشه، اعصابم داره به هم میریزه. ببینم ایت، زنگ بزن ندیم بیاد امارات، یه کار نیمه تموم باش دارم. چشم، من الان برمیگردم.